در صفحه کاریمون اولین کاری که انجام میدیم ابزارها رو یاد بگیریم و بعد بریم سراغ طراحی. اولین ابزار سلکت یا موو یا وی هست. سلکت کاری که انجام میده کارش انتخاب کردنه. حالا انتخاب کردن ها میتونه انتخاب یک آرت بورد باشه، جابجا کردنش باشه یا انتخاب اشیا. با این ابزار میتونیم جابجا کنیم، سری مشخصات رو تغییر بدیم، تغییر سایز بدیم و فرمانهای دیگه‌ای که توی کار بیشتر باهاش آشنا میشیم. کلید میان برش وی هست و همونطور که توی ابزارهای فتوشاپ دیدیم، کلید میان بر مشترک بین ابزارهای ادوبی. ابزار بعدی ابزار رسم مستطیل یا رکتنگل هست. خب کاری که این ابزار انجام میده، شما میتونید به صورت ساده رسم رو انجام بدید. خب میتونم شیفت رو نگه دارم به صورت مربع یا آلت و شیفت رو نگه دارم از مرکز رسم کنم. وی رو میزنم و اینها رو حرکت دارم. تمام ابزارهای ادوبی XT با حرف اولشون نامگذاری میشن. حالا پولیگان با وای، لاین، پن، تکست تی، آرت بورد ای و لوم زد. خب من راجع به رسمشون توضیح بدم و بعد برگردیم توضیحات جزئی تر. رسم دایره هم به همین صورت، حرف ای رو میزنم، یعنی اگر روی مربع باشم یا رکتنگل، ای یا الیپس رو بزنم دایره من رسم میشه. میتونم بیزی یا دایره رسم کنم، شیفت رو نگه دارم دایره یا آلت شیفت دایره از مرکز. این چیزیه که ما خواهیم داشت. مثلث، خب تعداد اضلاع رو میتونید بیشتر یا کمتر کنید. برای این کار کافیه که در قسمت پراپرتیز این کار رو انجام بدیم. لاین یا خط رسم هست و قابل تغییر ضخامتش هست. پن یا ابزار رسم خط و منحنی که این هم خیلی کاربرد داره برامون و استفاده های زیادی انجام میدیم و میتونیم با ابزار موو انتخابش کنیم و پاکش کنیم. ابزار تکست که برای ایجاد متنمون استفاده میشه، میتونیم هر چیزی که خواستیم اینجا تایپ کنیم یا بنویسیم، چه به صورت فارسی چه به صورت انگلیسی. ابزار ایجاد آرت بورد هست که دقیقاً کاری که انجام میده، شما میتونید آرت بورد های مختلفی رو رسم کنید. حالا ممکنه شما طراحی که انجام میدیم برای هم موبایل باشه هم برای سایت، پس سایز های مختلف رو لازم داره. ابعاد اینها رو هم میتونیم این قسمت تغییر بدیم. هر ابزار رو در یک ویدیو جداگانه مجدد تدریس میکنم. ابزار زوم هم که برای بزرگ نمایی و کوچک نمایی استفاده میشه. فایل رو اگر بخواید ذخیره کنید، روی این سه خط که کلیک کنید میتونید از گزینه سیو یا سیو از استفاده کنید. کنترل اس رو میزنید و وارد فضا میشین. حالا میتونید مسیر رو انتخاب کنید. مثلا اگر دسکتاپ رو میخوام، نام سند رو بنویسید و کار کنید. وقتی که میخوام سند رو باز کنم، میتونم از گزینه اوپن یا کنترل او استفاده کنم.